در واکنش به حمله اخیر ایران به تأسیسات نفتی عربستان، ما بالاترین حد تحریم ها رو علیه بانک مرکزی ایران وضع کردیم. در 60 دقیقه امشب میپرسیم آیا تهدیدهای ترامپ به گفتگو ختم میشود یا توافق را دست نیافتنی تر میکند؟ از دو تحلیلگر میپرسیم گفته های دونالد ترامپ چه معنایی برای ایران دارد؟ همچنین در برنامه امشب همزمان با افزایش تنش میان تهران و واشنگتن، حسن روحانی در نیویورک با رهبران اروپایی دیدار کرد. فرانسه، آلمان و بریتانیا از ایران خواستند به جای اقدامات تحریک‌آمیز راه گفتگو را پیش بگیرد. The court is bound to conclude, therefore, that the decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful. و دیوان عالی بریتانیا حکم داد که تعلیق پارلمان غیرقانونی است. بوریس جانسون میگوید با رأی دادگاه مخالف است، اما به آن احترام میگذارد. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. همه نگاه ها امروز و فردا به نیویورک است. 74مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل، جایی که عده‌ای از آن انتظار گشایش در تنگنایی دارند که ایران در آن افتاده و عده‌ای دیگر در حال لابیگری برای راه انداختن جنگ. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اما میگوید آمریکا اول تحریم ها را بردارد تا درباره اصلاح برجام مذاکره کنیم. تغییر هر چند جزئی در موضع ایران. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم میگوید ایران اول رفتارش را تغییر بدهد تا تحریم ها را لغو کنیم. قدرت‌های اروپایی از جمله رهبران فرانسه و آلمان هنوز به پیشرفت در مذاکرات امیدوارند و در تلاشی در دقیقه 90 به طور جداگانه با حسن روحانی و دونالد ترامپ دیدار کردند. همزمان به نظر می‌رسد که موضع اروپا که حالا ایران را مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان می‌داند، رفته رفته به آمریکا نزدیک‌تر می‌شود. چه انتظاری می‌شود از سفر حسن روحانی به نیویورک داشت؟ گشایش، جنگ یا ادامه وضع موجود؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از بهمن کلباسی. دونالد ترامپ سومین سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل را هم با نیم نگاهی به افکار عمومی آمریکا، با برشمردن دستاوردهای اقتصادیش آغاز و از اولویت دادن به منافع کشور در برابر آنچه جهانگرایی خواند دفاع کرد. بخش ایران سخنرانیش مجموعه ای از انتقادهای سال گذشته به مقامهای جمهوری اسلامی بود و تأکید بر اینکه تا وقتی آنها رفتارشان را تغییر ندهند، خبری از کاهش تحریم‌ها نخواهد. کارنامه این رژیم مرگ و تخریب هست. همه ما با این کارنامه آشنایی داریم. نه فقط ایران حامی اول تروریسم در دنیاست، بلکه رهبران ایران دارن در تنور جنگ سوریه و یمن میدمند. در این حال حکومت ایران مشغول چپاول ثروت اون کشور برای رسیدن به برنامه‌های هسته‌ای و سلاح‌های هسته‌ای در جهت بکارگیری اونها هست. تا وقتی که رفتار ایران ادامه داشته باشه، تحریم ها لغو نخواهد شد. تحریم ها بیشتر هم خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا اما از تهدید مستقیم به حمله نظامی پرهیز کرد و گفت دنبال دشمن دائمی نیست. بسیاری از دوستان نزدیک آمریکا قبلا دشمنان بسیار بزرگش بودند. ایالات متحده هرگز اعتقادی به دشمنان ابدی نداشت. ما دنبال شریک هستیم، نه دنبال حریف و رقیب. در مجموع سخنرانی قابل پیش بینی، پیام ضمنی آن بیمیلی رئیس جمهوری آمریکا به درگیر شدن در یک جنگ دیگر در خاورمیانه. پیش از ورود آقای ترامپ به سالن سخنرانی از او پرسیدم آیا اطمینان دارد مشاوران و وزیر خارجه‌اش او را به جنگ به ایران نزدیک نمی‌کنند. در پاسخ به اینکه ببینیم چه می‌شود بسنده کرد. فقط 13% آمریکایی‌ها از جنگ با ایران حمایت می‌کنند، اما به نظر خیلی از نزدیکان شما از جمله مایک پومپئو می‌خوان شما را به جنگ با ایران بکشند. فکر می‌کنم قضیه ایران خوب داره پیش میره. صرف نظر از اینکه چه اتفاقی بیفته، در مورد ایران در وضعیت خوبی هست. تأکید آمریکا بر اینکه ایران باید گام اول را بردارد تا بعد به رفع تحریم ها برسیم، در نقطه مقابل موضع مقام های ایران است که در نیویورک میگویند تا تحریم ها کاهش نیابد انعطافی نشان نخواهند داد. اروپایی ها هم گویند که میگویند
روزنه دیپلماسی تنگ شده، اما همچنان در تلاشند راهی میانی بین موضع تهران و واشنگتن پیدا کنند. صدر اعظم آلمان با حسن روحانی دیدار کرده است و نخست وزیر بریتانیا هم قرار دیدار دارد. رئیس جمهوری فرانسه هم پس از گفتگوی یک ساعت و نیمه دیشب با روحانی امروز دوباره با ترامپ دیدار خواهد داشت. زنده ماندن امیدهای نچندان پررنگ به زدن پلی میان ایران و آمریکا در فرصت کوتاه نشست مجمع عمومی سازمان ملل. بهمن کلبوسی، بی بی سی، نیویورک. خبرنگار ما بهمن کلباسی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. بهمن، چقدر مواضع امسال آقای ترامپ و مواضع پیشینش تفاوت داشت؟ با سخنرانی‌های پیشینش خیلی تفاوت نداره، چون همین انتقادات تون رو دیدیم که به رهبران جمهوری اسلامی کرده، اینکه اونها چپاول میکنن، اون که منافع ملت خودشونو در نظر ندارن و در منطقه سرمایه‌هاشون رو خرج عملیات تروریستی میکنند. همه اینها رو سال قبل هم گفته. اون چیزی که در ماه‌های گذشته دیدیم این بود که یه قدری در پی دخالت رئیس جمهور فرانسه، آقای ترامپ در رو نیمچه باز گذاشته بود برای این ایده فرانسوی‌ها که 15 میلیارد به ایران بدند، در مقابلش ایران برگرده به داخل برجام با اجازه آقای ترامپ. این یه مدت کوتاهی بود که به نظر میاد ممکن است آقای ترامپ از اون موزه که همه به اصطلاح تحریم ها میماند تا وقتی که ایران موضعش رو عوض بکنه رو یه مقداری درش انعطاف نشون داد، ولی بعد از حملات عربستان و بعد از اینکه مشخصه که تیمش مخالفت کردن با اینکه هر گونه گشایشی بشه قبل از اینکه ایران قدم اول برداره، و از اون فاصله گرفته. به همین جهت با گذشتش کم و بیش همخوانی داره، ولی با این یک دو ماه گذشته که یه مقداری در برابر رئیس جمهور فرانسه از خودش انعطاف نشون داد، شاید نه. ولی به هر حال موضع فعلی این است که هیچ تحریمی برداشته نخواهد شد مگر اینکه ایران گام اول رو برداره. حسن روحانی روز شلوغی هم داشته، دیدار پشت دیدار، چیزی خبری منتشر شده از این دیدارها؟ خود ارزش نمادینش یه مقداری جالبه، چون سه تا رهبر اروپایی درست در زمانی که دیروز آقای روحانی داشت می آمد اینجا، از هواپیما داشت پیاده می شد، اون جلسه رو با هم داشتن، اون بیانیه رو دادن که هم درش صریحا گفتن ایران رو مسئول حمله به عربستان می دونن، هم اینکه یک جمله فراتر هم گفتن که ایران باید وقتش رسیده که بیاد در مورد برنامه موشکیش و امنیت منطقه هم علاوه بر مسائل هسته‌ای گفتگو کنه. ولی هر سه رهبر حالا با آقای روحانی دارن دیدار میکنن. آقای مکرون که کرده، خانم مرکل هم قرار نبود بکنه، یه دفعه به برنامه اضافه شد، و آقای جانسون هم قبل از اینکه برگرده به بریتانیا این دیدار سوم رو خواهد داشت. شاید این احساس رو ایجاد بکنه این دیدارا که اونها به تکاپو افتادن که علارغم که یک گام به آمریکا نزدیک شدن، به ایران اطمینان بدن که ما همچنان دنبال یک راه حل دیپلماتیک بین دو طرف هستیم. متشکرم بهمن کلباسی، خبرنگار ما از نیویورک. اما برای بررسی بیشتر این موضوع، فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، در استودیو با ما هستند، و مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن از همین شهر. آقای نگهدار، دقایقی پیش خبرگزاری‌ها به نقل از آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان که با رئیس جمهوری ایران دیدار کرده، گفتند که از دید خانم مرکل خواسته ایران مبنی بر لغو همه تحریم‌های آمریکا خواسته منطقی و واقع بینانه ای به حساب نمیاد. ولی به هر حال ایران الان این شرط رو گذاشته و به نظر نمیاد که آمریکا تن به این شرط بده. راه حل بعدی چیه؟ خب آقای خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، همین سه شنبه گذشته، یک هفته پیش حدودا تصریح کرد که هیچ نوع مذاکره ای با ایالات متحده آمریکا صورت نخواهد گرفت مگر اینکه تمام تحریم ها برداشته بشه، و بعد ایران آمریکا هم به سر میز مذاکره 5+1 برگرده، که خب این در چشم انداز وجود نداره. یعنی خواسته ای رو آقای خامنه ای گذاشته اونجا که ما نمیبینیم شرایطش برای اون امروز فراهم باشه. شاید آقای خامنه ای فکر کرده که امکان عقب نشینی از تحریم ها در ایالات متحده آمریکا وجود نداره، و آقای ترامپ حاضر نخواهد شد حتی بخش هایی که آقای مکرون پیشنهاد میکنه، 15 میلیارد دلار رو به ایران برگردونند یا اجازه به اعتبار به ایران بدن، اون عملی بشه. یک حس بدبینی در اونجا وجود داشته، ولی به عنوان یک نگاه مستقل وقتی به صحنه نگاه میکنیم، میبینیم شاید در ماه گذشته امیدهایی، امکاناتی برای حل
تاکتیکی برخی از مسائل وجود داشته که اکنون اون راه ها امروز بسته شده و برداشت من از صحبت آقای ترامپ این هست که او امروز نمیدونه بجز اون کارهایی که تا الان انجام داده چه کار دیگری در دستورش هست. مطلقا این رو میدونیم که آقای ترامپ وارد درگیری نظامی نخواهد شد. آقای خلجی، آقای ترامپ وارد درگیری نظامی نخواهد شد، عربستان هم تمایلی به درگیری نظامی با ایران نداره، در مقابل ایران هم پیش شرط لغو تحریم ها رو گذاشته برای مذاکره. به نظر میاد که دو طرف شرایط رو به یک بن‌بستی رسوندن. خب از یک طرف اگر فشار کافی بر روی ایران نباشه، ایران نمیپذیره که به سر میز مذاکره بیاد. از اون طرف هم شخص آیت الله خامنه ای نمیخواد هیچ گونه توافقی با دولت آقای ترامپ کنه و ترجیح میده که اون ژست آمریکا ستیزی و ترامپ ستیزی خودش رو حفظ بکنه و در عوض با رشته ای از اقدامات مختلف، از جمله همین اقداماتی که دولت‌های غربی اتهامش رو به ایران می‌زنند، اهرم‌های فشار جدیدی بسازه که هم آقای ترامپ رو در فشار قرار بده و هم امیدوارند که در انتخابات آینده آمریکا این موجب شکست آقای ترامپ بشه و رئیس جمهور دموکراتی که بر سر کار خواهد آمد اونقدر اهرم فشار در دست ایران هست که بتونن با او بر سر میز مذاکره بشن و در حقیقت آبروی آمریکا ستیزی خودشون رو حفظ کنن. آقای نگهدار، از سه گزینه گشایش، جنگ و ادامه وضع موجود فکر میکنید که حسن روحانی با یک کدامی که از اینها به ایران برخواهد گشت؟ به لحاظ استراتژیک اگه در نظر بگیریم، ادامه وضع موجود روند غالب خواهد بود، ولی گشایش از جنبه تاکتیکی در برخی از مسائل، من جمله مسئله امنیت خلیج فارس و جلوگیری از اون اتفاقاتی که در هفته گذشته افتاد، ممکنه در دستور کار آقای روحانی باشه، اونجوری که خودشون گفتند این امکان هست اگر طرف مقابل بخواد. و برداشت من هم چیزی منتشر نشده از دیدارهای امروز آقای روحانی، ولی برداشت من از این تحرک فوق‌العاده دیپلماتیک که امروز اتفاق افتاده این هست که موضوعهای معینی برای چانه‌زنی حتما روی میز هست که این وقتها و حتی خارج از وقتها اختصاص داده میشه برای برخی از مسائل. بنابراین گشایش تاکتیکی در پاسخ به سوال شما به نظر من احتمالش بالاست. گشایش از جانب ایران یا از جانب آمریکا به نظر شما؟ گشایش از هر دو طرف خواهد بود. یعنی برای ایالات متحده آمریکا، به خصوص در وضعیتی که مجموعه پروژه هایی که آقای ترامپ سر دست گرفته از دو سال پیش سر طالبان بوده، آقای با کره شمالی بوده، سر برکسیت بوده که امروز احکامی که صادر شده خلاف میل آقای ترامپ هست، در مورد معامله قرن با فلسطین بوده، همچنین با ایران که بیرون رفته و میخواستن تغییر رفتار در ایران درست کنند، هیچ کدوم از اینا، حتی با چین، مهمترینش با چین، میخواستن توافقی صورت بگیره، اینا هیچ کدوم عملی نشده. در واقع در چشم انداز استراتژیک که میبینیم، ایران داره روی این بن‌بست هایی که برای آمریکا به وجود آمده حساب میکنه، ولی به لحاظ تاکتیکی برای اونها هم اهمیت زیادی داره که گشایش هایی بشه، به خصوص سر مسئله امنیت خلیج فارس، توافق هایی با عربستان سعودی. من فکر میکنم اونها هم میخواند، ایران هم میخواند. آقای خلجی، شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید که این طرح صلح هرمز که حسن روحانی راجبش صحبت کرده و به نیویورک برده، آیا فکر میکنید مورد استقبال قرار میگیره و در نهایت ممکنه منجر به کاهش تنش در منطقه خلیج فارس بشه؟ من خیلی خوشبین نیستم. ببینید، وضعیت اقتصادی در ایران خب بسیار دشوار هست. اقتصاد ایران از مشکلات فراوانی رنج میبره و شدت تحریم ها بر شدت مشکلات افزوده و در آینده هم بیشتر خواهد کرد. اما توجه داشته باشین که در ایران، اقتصاد ایران در حال برشکستگی نیست. بنابراین جمهوری اسلامی درسته که ترجیح میده با شرایط خودش مذاکره بکنه، به توافق برسه، ولی انقدرها هم خودش رو مستأصل نمیبینه که
در شرایط کنونی با آقای ترامپ در این وضعیتی که میتونه با افزایش تهدیدها در خلیج فارس و در مناطق نفتی در خاورمیانه افزایش این تهدیدها رو به اهرم فشار برای خودش بدل بکنه، بنابراین هیچ عجله‌ای نخواهد داشت. من فکر می‌کنم که ایران جدیت لازم داشت، ولی اینقدر تحت فشار هست که پیشنهاد بده که در برابر لغو تحریم‌ها حاضر دوباره بخشایی از برجام رو مذاکره کنه، حاضر امکان نظارت دائمی بر تأسیسات هسته‌ایش رو بده. ببینید، من فکر می‌کنم سنگ بزرگ علامت نزدنه، یعنی که اینها میخوان این حرف رو میزنن نه به خاطر که واقعا این حرف رو جدی میزنن، میخوان بگن ما حاضر مذاکره بکنیم ولی نه با شرایط شما. ولی حتی آقای اوباما هم حاضر نشد که تحریم ها رو لغو بکنه، بخش بسیاری از تحریم ها تعلیق شد. لغو تحریم ها اصلا بحثش مطرح نیست و بسیاری از این تحریم ها رو اصلا رئیس جمهور نمیتونه لغو بکنه، باید کنگره لغو بکنه و فقط رئیس جمهور حق تعلیق اونها رو داره. بنابراین داستان به این سادگی ها نیست. خواسته که آقای ظریف مطرح کرده خواسته است که کاملا غیر واقعی به نظر میرسه و فکر نمی کنم که پشت سر او اراده جدی برای مذاکره وجود داشته باشه. آقای نگهدار، شما فکر میکنید که پافشاری ایران مبنی بر لغو تحریم ها چقدر واقع بینانه است؟ اصلا میتونه چنین خواسته ای برسه؟ لغو کلیه تحریم ها از اول انقلاب شروع شده تا سالهای بعد هم هیچ کدوم اینجوری نیست که تمام تحریم ها لغو بشه. من یک کمچین حسابی در رابطه مناسبات بین ایران و ایالات متحده آمریکا ندارم، ولی تاکید میکنن هر بار میگن اول تحریم ها لغو بشه. حتی امروز آقای روحانی گفتش که برای موفقیت میانجیگری امانوئل مکرون هم اول باید تحریم ها لغو بشه. بله این رو میگم، ولی مطابق رفتاری که در عمل در گذشته در حین مذاکرات برجام از جمهوری اسلامی ایران دیدیم، هرگاه غرب و به خصوص ایالات متحده آمریکا اونجوری که بارها آقای روحانی هم خودش گفته نفت و بانک رو برای ایران حل بکنند، ارزیابی من این هست که واکنش مثبت از جانب ایران، نوعی مذاکره حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از جانب ایران نشون داده خواهد شد. مسئله تبلیغاتی که میگن کلیه تحریم ها باید لغو بشه تا سر میز مذاکره بشینیم، ما رو به فراموشی نکشونه که در گذشته هم ایالات ایران، جمهوری اسلامی ایران بدون لغو تمام تحریم ها نشسته و خواسته حداقلی ایران به نظر من امروز بانک و نفته. آقای خلجی، این سیاست در واقع صلح طلبانه دونالد ترامپ شاید بشه اسمش رو گذاشت و اینکه تاکید میکنه که به دنبال درگیری نظامی نیست، اول پهپاد آمریکایی رو ایران زد، مسئولیتش رو هم پذیرفت، دونالد ترامپ اومد به نوعی تشکر کرد از مقام های ایرانی که یک هواپیمای مسافربری نزدیک اون پهپاد بوده و ایران نزده. الان این اتفاق افتاده، در وهله اول آمریکا، بعدش عربستان گفتن دست کم سلاح‌های به کار رفته، سلاح‌های ایرانی، کشورهای اتحادیه اروپا هم الان ایران رو مسئول می‌دونن. فکر می‌کنید که این سیاست عدم درگیری در نهایت چه تأثیری در رفتارها و قدم‌های بعدی ایران می‌تونه داشته باشه؟ خب طبیعت از یک طرف این سیاست درست هست به دلیل اینکه هزینه جنگ برای تمام کشورهایی که در خاورمیانه یا قرار دارن یا منافعی دارن، این هزینه بر همه اونها تحمیل خواهد شد و یک فاجعه‌ای به بار خواهد آمد که ابعادش بسیار گسترده خواهد بود. بنابراین سیاست نفی جنگ از این جهت سیاست درستی است، اما باید برای این یک جایگزین‌هایی در نظر گرفت که ایران در حقیقت شجاع نشه برای اینکه این روش رو ادامه بده، یعنی بگه خب ما مثلا آرامکو رو میزنیم و دنیا هم هیچ کاری نمیکنه، بنابراین دفعه بعد مثلا نقطه دیگری رو هدف بگیریم، قیمت نفت رو بالا ببریم، فشار بیاریم، اهرم فشار برای خودمون درست بکنیم. این احتمال بسیار بسیار زیاد هست که ایران از این رفتارهای در حقیقت تهدید کننده بی ملاحظه و بی احتیاط ها انجام بده برای اینکه امتیاز بیشتری در مذاکرات بگیره. بنابراین طبیعتاً باید یک سیاست های جایگزینی وجود داشته باشه غیر از جنگ
که بتونه مانع ایران از تکرار این رفتارها باشه. متشکرم. مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما، و فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. ممنون از هر دوی شما. ما از مخاطبانمون خواستیم نظرشون رو درباره سخنان امروز رئیس جمهوری آمریکا برای ما بفرستن. این منتخبی از نظراتیه که شما برای پیامگیر تلگرامی ما فرستادید. من این سخنرانی رو کلن فرافکنی میدونم، چرا که اونچه که لایق دولت مردان آمریکا در طول این 40 سال بوده، ایشون اومدن و به مسئولین جمهوری اسلامی ایران نسبت دادن. اونها چیزی رو جز جنگ، آوارگی و خونریزی برای این منطقه ارمغان نیاوردن. من فکر میکنم که اگر بزرگواری کنن و از این منطقه رخ برکنن، قطعا منطقه با همکاری کشورهای منطقه قطعا رنگ آرامش رو خواهد دید انشالله. هیچ پیش شرطی رو آقای ترامپ نگذاشته بود. 300 مدارای نااهل ایران متاسفانه دست روی دست گذاشتن و مذاکره نکردن. الان نه تنها باید در مورد مسائل برجام و انرژی هسته‌ای باید مذاکره بکنن، باید در مورد موشک‌های بالستیک هم مذاکره کنن. امنیت در خاورمیانه را با تضمین‌هایی بدن به غرب که حمله‌ای که در عربستان انجام دادن تکرار نشه. آقای ترامپ، اینو به خاطر داشته باشید که ما مردم ایران سختی زیاد کشیدیم، مقاومت زیاد کردیم، ولی شما هم باید دیر یا زود ایران به عنوان یک قدرت توی منطقه و توی دنیا به رسمیت بشناسید. دست از زورگویی های یه طرفتون بردارید. آقای خامنه‌ای سخنرانی سال 57ش یا سخنرانی سال 67ش یا سخنرانی امروزش رو گوش بدیم، تقریبا یه خط مستقیم داره، یه خط مشخص داره، ولی آقای ترامپ شما هیچ وقت نمیفهمید که داره چی میگه، چه منظوری داره، چی میخواد، و این عبارت مسخره رو که باید ببینیم چی میشه. 40 سال ما زحمت اینها رو کشیدیم، 40 سال پدر ما رو اینا در آوردن، 40 سال فشار بر مردم ایران وارد کردن، حالا نوبت منطقه است، حالا نوبت مردم دنیاه. این مدل دور برداشتن و تهدید کردن و این صحبت ها سابقه طولانی داره، همیشه هم همراه با دروغ بوده. اما همطور که اشاره شد، رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران در نیویورک مشغول دیدارهای دو جانبه و چند جانبه با مقامهای کشورهای دیگه هستند. این دیدارها در حالی انجام میشه که تنش بین تهران، آمریکا و کشورهای اروپایی پس از حمله های حدود 10 روز پیش بیشتر شده. رهبران فرانسه، آلمان و بریتانیا همطور که گفتم دیروز ایران را مسئول حمله های چند هفته پیش به تاسیسات نفتی عربستان دونستند. این سه کشور در بیانیه‌ای از تهران خواستند که به گفته آنها به جای اقدامات تحریک‌آمیز راه گفتگو را در پیش بگیره. ایران اتهام دست داشتن در حمله ها به تاسیسات نفتی آرامکو را البته رد کرده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در توییتی به این سه کشور واکنش نشون داده و گفته سه کشور اروپایی در اجرای برجام از اول در برابر آمریکا فلج بودند. راه مشکل پیدا کردن اراده برای عملکرد مستقله، نه به گفته او تکرار ادعای مسخره آمریکا و طرح خواسته های متناقض با برجام. هیچ توافق جدیدی قبل از اجرای توافق موجود ممکن نیست. بگذارید بریم سراغ مهمان برنامه، ریچارد دالتون، سفیر پیشین بریتانیا در ایران. آقای دالتون، خوش آمدید به برنامه. به نظر میاد که مواضع این سه کشور اروپایی رفته رفته به مواضع آمریکا در قبال ایران نزدیکتر میشه. شاید اینطور باشه، بله، ولی فکر میکنم که شاید دارن اشتباه میکنن، چون یک بیانیه خیلی متوازنی نبود. باید یک تقاضای جدی هم از ایالات متحده میشد که به برجام برگرده و بحث های لازم رو با ایران داشته باشه، و ایالات متحده این مبحث در این بیانیه وجود نداشت. فکر میکنید علت این که متوازن نبود چون تا پیش از این اتحادیه اروپا تلاش میکرد که در واقع دو طرف رو به نوعی راضی نگه داره، فکر میکنید علت این که متوازن نبود این بیانیه چیه؟ فشار به ایران برای آمدن به میز مذاکره؟
فکر میکنم باید یک قدم عقب برداریم و درباره تصویر بزرگتر فکر کنیم. در واقع حمله‌ای که به تجهیزات و تأسیسات نفتی عربستان سعودی انجام شد و حالا که تحقیقات در جریانه و نه طرف ایرانی و نه طرف یمنی یا طرف آمریکایی هیچ کدوم ادله قانع کننده ای رو در انظار عمومی ارائه نکردن که ادعاهای خودشون رو در مورد مقصر این ماجرا تایید کنه، شاید این قضیه نیاز به وقت داشته باشه، اما در این زمان همزمان با این قضیه تحریم های جدیدی دربارش صحبت شده و به نظر میاد که دولت های آلمان، بریتانیا و فرانسه قانع شده باشن از ادعای آمریکایی ها و به نظر میاد که ممکن ترین گزینه این بوده باشه که ایران مقصر این قضیه است و من فکر می کنم که شاید طبقه حاکم در این سه کشور باید فکر بیشتری بکنن درباره بیانیه محکومیت خودشون قبل از اینکه بیانیه رو صادر میکردن. آقای دالتون، اساساً به نظر شما ایران چه نفعی میبره یا میبرد از نزدیکی با این کشورهای اروپایی؟ همونطور که شنیدید مقامهای ایران به کرات گفتند که عملاً کشورهای اتحادیه اروپا نتونستند برجام رو سرپا نگه دارن. Well, that's absolutely right. این کاملا درسته. واقعا مایه تأسف این سبک این شیوه برخورد با مردم ایران. مسائل انسانی این کشور رو میدونیم، مشکلات انسانی این کشور داره بیشتر میشه، مثلا کمبود دارو و دیگر مایحتاج مردم و جامعه بین المللی به طور کلی نه فقط اروپایی ها قادر نبوده که این تحریم های غیر قابل توجیه و غیر اخلاقی آمریکا علیه ایران رو متوقف کنند. آقای دکتر، مشخصا راجع به بوریس جانسون و موضعی که دیروز گرفت، او پیش از دیگر رهبران اروپایی انگشت اتهام رو به سمت ایران برد و به نظر میاد که بوریس جانسون و دونالد ترامپ شاید بیشتر از دیگر رهبران اروپایی با هم نزدیک هستند. فکر میکنید که در آینده نزدیک آیا این منجر به تغییری در قبال سیاست‌های بریتانیا و ایران خواهد داشت؟ نه، من فکر نمی کنم. هم در مقام وزیر خارجه و هم در مقام نخست وزیر آقای جانسون بارها گفته که این منفعت منافع اصلی بریتانیا در همسویی با آلمان و فرانسه هست، در حمایت از برجام، و این یک دلیل خیلی خوبی هست برای اینکه تا زمانی که پیشنهاد بهتری از جانب ایالات متحده نباشه برای دفاع از منافع بریتانیا و اروپایی ها، اون وقت بازگشت همه طرف ها به برجام بهترین راه خواهد بود و ایران هم باید برگرده به برجام و تمام تعهدات خودش در چارچوب برجام رو عملی کنه. اما مسئله دیگری که در ارتباط آقای جانسون هست که شما بهش اشاره کردید اینه که تنها چند ساعت قبل از اعلام این انتشار این بیانیه مشترک ما این صحبت ها رو داشتیم و میدونیم که متنی که ارائه میشه از جانب وزارت های خارجه همیشه از پیش در موردش هماهنگی صورت میگیره. بنابراین فکر میکنم آقای جانسون داشت صحبتی رو منعکس میکرد که از پیش میدونست که قرار در اون بیانیه ذکر بشه. آقای دالتون، تلاش‌های دیپلماتیک زیادی از جانب فرانسه و آلمان در جریانه. می‌دونیم که امانوئل مکرون و آنگلا مرکل، رهبران آلمان و فرانسه، دیدارهای جداگانه‌ای داشتند، هم با دونالد ترامپ هم با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران. چقدر میشه انتظار موفقیت داشت از این گفتگوها؟ فکر نمی کنم الان زمان مناسب و مساعدی باشه برای ثمر دادن این گفتگوها، این ملاقاتها. آمریکا از برجام خب خارج شده و نشانه های بروز داده که شاید در شرایط خاصی حاضر باشه که دوباره در این باره گفتگو کنه و جو در نیویورک هم خیلی
متشنج و حساس هست، خیلی جو پرتنشی هست. بنابراین در حال حاضر این یک مقدار تلاش های یک جانبه است از جانب اروپا که تلاش میکنن که هر چیزی که مسائل مربوط به امنیت اونها و نگرانی های امنیتی اونها و تا حدی آمریکا باشه به میز بیارن، به روی میز مذاکره بیارن. اما از طرف دیگر اونها باید بگن که خب ایران الان میپرسه که شما چی میخواین روی میز بگذارید. بنابراین گفتگوهای پشت صحنه باید باشه که اروپایی ها آمریکا رو در اون کنند که نگرانی خودش رو وارد میز کنه، روی میز بگذاره در چارچوب یک پاسخ چند جانبه، نه دو جانبه، نه یک سری فرصت های عکس گرفتن دو جانبه که پرزیدنت ترامپ تا اینجا به نظر میاد که به دنبالشون بوده. متشکرم ریچارد دالتون، سفیر پیشین بریتانیا در ایران. و اما در حال حاضر امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مجمع عمومی سازمان ملل در حال سخنرانیه. آقای مکرون در 24 ساعت گذشته و پیش از اون در چند هفته و ماه گذشته تلاش‌های فراوانی کرده برای میانجیگری بین ایران و آمریکا. آقای مکرون دیروز ابتدا با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کرد، دیشب با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که از تهران به نیویورک آمده و گفته بود که دیدار دوباره‌ای با دونالد ترامپ خواهد داشت. از جمله پیشنهادات امانوئل مکرون ایجاد یک خط اعتباری به ارزش 15 میلیارد دلار برای ایران. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز با تعدادی از خبرنگاران آمریکایی صحبت کرد و گفت که برای موفقیت تلاش‌های میانجیگری فرانسه ابتدا آمریکا باید تحریم‌ها علیه ایران رو لغو بکنه و اون رو مشروط کرد دوباره به لغو تحریم‌ها. و اما واکنش‌ها در ایران به تحولات اخیر بسیار زیاد بوده. سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران هم از جمله از دیگر مقام‌های ایران بوده که واکنش نشون داده. او به از کشورهای اروپایی انتقاد کرده و گفته اونها حامی و پشتیبان حمله نظامی صدام حسین به رئیس جمهوری پیشین عراق به ایران بودند. کشورهای اروپایی مانند انگلستان و فرانسه سلاح و پشتیبانی سیاسی در اختیار او میگذاشتند. همین آلمان سلاح‌های شیمیایی در اختیار عراق قرار میداد. همین هایی که به بدعهدیشون ادامه میدهند، تعهدات برجامی رو اجرا نمیکنند و حالا بیانیه صادر میکنند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم کشورهای غربی رو از انتقادهاش بی نصیب نگذاشت. این تئوری پیمان امنیت خلیج فارس به سرنوشت طرح قلابی معامله کثیف قرن دچار می شود و نیروهای مسلح سلحشور جمهوری اسلامی ایران وظیفه مهمی بر عهده دارند که به موقع از منافع و امنیت ملی کشور دفاع خواهند کرد. علاوه بر این دو، حسین شریعت مداری نماینده رهبر ایران در مؤسسه کیهان و مدیر مسئول روزنامه کیهان دیدار آقای روحانی با همتای فرانسویش رو زیر سوال برد. آقای شریعت مداری به خبرگزاری فارس گفته این ملاقات چند ساعت پس از اون انجام شد که فرانسه، بریتانیا و آلمان بدون هیچ سند ایران رو مسئول حملات دونستند. او گفته کمترین انتظار از آقای روحانی این بود که به گفته او برای حفظ حرمت و عزت ایران این ملاقات رو انجام نده. و اما با حرف‌های امروز دونالد ترامپ و تنش اخیر ایران و اروپا، حسن روحانی در سخنرانی فردا در سازمان ملل باید به دنبال چه باشد؟ برای گفتگوی بیشتر مازیار خسروی روزنامه‌نگار و سردبیر روزنامه اینترنتی فراز از تهران با ماست و همچنین حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل از ازمیر ترکیه. آقای خسروی، به نظر شما آقای روحانی باید چه گزینه‌ای روی میز بگذاره در نیویورک؟ با سلام خدمت شما و بینندگانتون. شرایطی که امروز بعد از صحبت‌های آقای ترامپ حاکم شد بر جو مجمع عمومی تقریبا قابل پیش‌بینی بود و به نظر می‌رسید با تحولات روزهای اخیر ایشون سخنرانی تندی علیه ایران و شرایط
کنونی منطقه داشته باشند. به گمان من آقای روحانی همچنان باید همونطوری که قبلا هم تاکید شده روی امنیت دست جمعی در منطقه و لزوم تأمین امنیت برای همه کشورهای منطقه و نه فقط یک سری بازیگر خاص تاکید بکند و باز هم از طرفها و امضا کنندگان برجام بخواهد که به این قرارداد برگردند و در چارچوب این پیمان بین المللی در جستجوی تأمین امنیت در منطقه باشند. نظر شما چیه اگر که فکر میکنید که آقای فکر میکنید که فضا برای پذیرش پیشنهادات آقای ترامپ و طرح صلح هرمز فراهمه؟ ببینید، من گمان میکنم که اون چیزی که داره اتفاق میفته در باب این تنش بین تهران و واشنگتن پشت صحنه بیشتر داره رخ میده تا روی صحنه. یعنی ما باید بیشتر نگاه خودمون رو معطوف بکنیم به اون مذاکراتی که پشت صحنه داره بین آقای روحانی و آقای ماکرون به طور مثال رخ میده، دیدارهای آقای روحانی با دیگر سران کشورهای مختلف، تا اینکه بخوایم حالا لزوماً و صرفاً تمرکز کنیم به این ببینیم که آقای ترامپ چه خواهد گفت، همون که صحبت کردن، و اینکه آقای روحانی چه خواهد گفت. من نمیگم که مهم نیست، مهم هست، ولی میخوام بگم که پشت صحنه بسیار مهم است که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. من گمان میکنم که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که بعد از اقداماتی که در راستای ناامنسازی در خلیج فارس و تنگه هرمز انجام داد، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم از طریق نیروهای نیابتیش یا با کمک اونها یا مستقلا به هر شکلی، منظورم همون اتفاقاتی که برای نفتکش‌ها در فجیره رخ داد، اون سرنگون کردن پهپاد آمریکایی و اخیراً هم حملات 14 سپتامبر به تاسیسات آرامکو، داره از این طریق تلاش میکنه که هزینه سیاست تحریم رو بر ایالات متحده افزایش بده، سیگنال رو مشخصاً تا الان داده به آمریکا که در واقع این بحث کاهش و لغو تحریم میسر بشه. اما من این نکته رو میخوام اینجا کوتاه اشاره بکنم، بیانیه مشترک دیروز فرانسه، بریتانیا و آلمان به گمان من بسیار مهم بود. چرا؟ به این دلیل که من فکر می‌کنم توجه کافی بهش نشد. در اون بیانیه، حالا صرف نظر از اینکه حالا به نظر میاد که موازی اروپا نزدیک شده به آمریکا، اونجا صراحتاً گفتند که زمان آن فرا رسیده که ایران مذاکرات درازمدت در باب برنامه اتمی، امنیت منطقه از جمله برنامه موشکی رو بپذیرد. کلمه اکسپت استفاده کردن، یعنی جمهوری اسلامی باید اینها رو بپذیره، یعنی اروپا میگه این سه موضوع رو باید بپذیره. به نظر میرسه که اروپا هم میخواد جمهوری اسلامی رو راضی بکنه که سر این موضوعات مذاکره کنن تا شاید شانسی برای کاهش یا لغو تحریم وجود داشته باشه. آقای خسروی، فکر میکنید که پافشاری ایران برای بازگشت آمریکا به برجام چقدر میتونه نتیجه بخش باشه؟ ببینید، صحبت های آقای ترامپ رو امروز به نظر من اتفاقا باید با دقت بهش بررسی کرد. ایشون در کل صحبت های هیچ اشاره ای به ماجرای افغانستان نداشتن، با توجه به اینکه چرا البته داشتن یه بخش خیلی کوتاهی، خیلی سریع از این قضیه گذشتن و ماجرای در واقع اتفاقی که در افغانستان و شکست مذاکرات آمریکا و طالبان رو اصلا بهش چندان که باید نپرداختن. در مورد جنگ یمن هم نگاهش کاملا یک طرفه بود، ایران رو به در واقع جنگ افروزی در یمن متهم کرد، در حالی که همون سه کشوری که الان متحد آمریکا هستن و بیانیه رو امضا کردن معتقدن که عربستان در جنگ یمن به نوعی مقصر هست، که اگر این اعتقاد وجود نداشت تحریم‌های تسلیحاتی که کشوری مثل آلمان مثلا علیه عربستان اعمال کرده به خاطر شرکت در یمن تصویب نمی‌شد. آیه ترامپ بیشتر روی یک جانب گرایی تو صحبت‌های امروزش تاکید می‌کرد، رو نوعی از میهن پرستی، ناسیونالیسم و در واقع خط‌کشی میان خود و دیگری، و در این کنارش حالا حملاتی که به چین و کشورهای دیگه داشت. حرف من این هست که در مجموع آنچ اگر قرار است کشورهای اروپایی بیانیه صادر کردن و دعوت میکنن ایران رو به سمت یک گونه ای از مذاکره برای یک امنیت دست جمعی، این حرف میتوانه در جای خودش کاملا درست باشه، ولی وقتی که آخرین مذاکره طولانی، آخرین چانه‌زنی بلند مدتی که در نهایت به یک نتایجی رسیده که هیچ کدوم از طرف ها ممکن ازش راضی نباشن، طرف های در ایران هم ممکن از بخش های از برجام راضی نباشن، طرف های در
آمریکا هم ممکنه راضی نباشن. وقتی که این به بنبست رسیده است، تاکید برای که دوباره بیاییم یک مذاکره از صفر شروع بشود طبیعتاً برای طرف ایرانی بی‌معنا میتونه باشه. من میخوام توجه شما رو جلب کنم به صحبتایی که امروز آقای اردوغان داشتن توی مجمع عمومی. ایشون نکات جالبی رو مطرح کردن، اینکه سلاح هسته‌ای نمیتونه فقط برای یک عده بد باشه و برای یک عده خوب باشه. نمیتونیم بله. در واقع همه در مورد نابرابری بین کشورها هشدار دادن. به گمان من خطی که آقای روحانی هم پی خواهد بهتر است که پی بگیرد همون خطی است که اردوغان روش تاکید داشته و اینکه در واقع نمیشود امنیت رو تقلیل داد به امنیت یک گروه خاص از کشورها یا امنیت یک منافع خاصی، کسانی که منافع خاصی رو دنبال آقای میکنه. آقای فکر می‌کنید اگر این خطی که آقای خسروی پیشنهاد میدن رو آقای روحانی پیش بگیره به نتیجه میرسه؟ ببینید این خطی که آقای اردوغان هم در پیش گرفته تا الان نتیجه نداده. ببینید یه نکته بگم، دلیلش هم خواهم گفت. من نگفتم که صحبت ها مهم نیست، این صحبت ها گفتم لزوماً و صرفاً اون چیزی که در روی صحنه رخ میده نمایانگر آن چیزی که پشت صحنه رخ میده نیست، پشت صحنه عمیق‌تر هست. همین صحبت های آقای ترامپ به گمان من بسیار حساب شده بود و واقع گرانه. چرا؟ به این دلیل که آقای ترامپ نیومد صحبت بکنه بگوید که ما میخوایم رژیم چینج انجام بدیم، تغییر رژیم انجام بدیم. حتی در برابر آقای ترامپ هیچ وقت هم تغییر رژیم حرف نزده. درسته، ولی خب به هر حال نکته همینجاست، کاملا با شما موافق هستم. و یعنی اومد بگه که ما تهدیدی به جنگ بکنه، تهدید یعنی با زبان تهدیدی که بخواد تهدید نظامی باشه صحبت بکنه، یعنی میخوام بگم اجازه داره میده به گمان من به طور غیر مستقیم که این بازی میانجیگری آقای ماکرون شاید جواب بده شاید نده. این یه نکته. در مورد این مسئله که حالا این خط رویه‌ای که حالا در مورد آقای اردوغان گفته شده، ببینید آقای ما این رو باید قبول بکنیم، آمریکا یک کشور امپریالیستی است، یک ابرقدرت هستش، دست بالا رو آن داره در زمینه این تنش که بین تهران و واشنگتن هستش، تحریم ها داره کار میکنه و کشوری که تحت فشار هستش ایران هستش، آمریکا تحت فشار نیستش. و نکته اینجاست که آیا سوال پرسش اساسی اینجاست، آیا این کشور، این ابرقدرت به بازیگر دیگری امتیاز خواهد داد یا خیر، یعنی لغو تحریم یا کاهش تحریم؟ من گمان می‌کنم که اگر آمریکا بخواهد به جمهوری اسلامی امتیازی بده در باب کاهش و یا لغو تحریم، به مراتب امتیازات بیشتری خواهد خواست، همون سه موردی که اشاره کردم. در غیر این صورت به گمان من، شاید من اشتباه بکنم، امکان نداره که این ابرقدرت در واقع از این مسئله کوتاه بیاد. اگر این کار رو انجام بده بدون دریافت امتیازی ابرقدرت نیست. یک نکته آخر، ترکیه‌ای که عضو ناتو هست، مقامات ترکیه سه ساله داره با مقامات آمریکا نشست و برخاست میکنه در مورد این مسئله شمال سوریه، حمایت از نیروهای یپگ. ترکیه‌ای که همپیمان آمریکا در ناتو هستش، سربازان ترکیه 1953 در جنگ دوکره دوشادوش سربازان آمریکایی جنگیدن و خون دادن، آمریکا به این کشور حاضر نیست امتیاز بده. چطور ما انتظار داریم که جمهوری آمریکا این ابرقدرت به جمهوری اسلامی امتیازی رو بده که دقیقا اون میخواهد؟ خیر، بازی قدرت بل. بازی جنگ قدرت مشاهده است. یک سوال دارم از هر دوی شما آقایون. در پایان این سفر فکر میکنید که دستاورد حسن روحانی از این سفر چه خواهد بود؟ گشایش، جنگ یا ادامه وضع موجود؟ آقای خسروی اول اگر فقط در حد یک کلمه پاسخ بدید ممنون میشم. من فکر میکنم شرایط نه جنگ نه صلحی که میان ایران و آمریکا حاکم هست تداوم خواهد داشت. و شما آقای آقایی؟ من تصور میکنم که وضع موجود کماکان ادامه پیدا خواهد کرد و همین به این تنش ها به گمان من در واقع تداوم خواهد داشت به صورت سینوسی، یعنی یک زمانی تنش دوباره نظامی میشه بس. دوباره بحث گفتگو، دوباره تنش نظامی و این پس ادامه وضع موجود. متشکرم از هر دوی شما، مازیار خسروی و حسین آقایی. دیوان عالی بریتانیا تصمیم دولت برای تعلیق 5 هفته‌ای پارلمان را لغو کرد. 11 قاضی این دادگاه به اتفاق آرا حکم دادند که تعلیق پارلمان غیرقانونی بوده چون که باعث توقف نظارت پارلمان بر کار دولت شده. در پی این رأی بعضی از مخالفان بوریس جانسون از جمله جرمی کوربین رهبر حزب کارگر خواهان استعفای نخست وزیر شدند. بهرنگ تایشون گزارش می‌دهد. باران تنها چیز عادی این روزهای بریتانیا است. نه دعوای دولت و مجلس عادی است و نه شکایت و شکایت کشی به دیوان عالی، ولی کمتر کسی انتظار طوفانی را داشت که حکم دادگاه به پا کرد. قضاوتی درباره تصمیم نخست وزیر برای معلق کردن 5 هفته‌ای پارلمان. این تصمیم روی پایه‌های دموکراسی ما تأثیر مفرطی گذاشت. هیچ گونه توجیهی برای چنین تصمیم تندی به دادگاه ارائه نشد.
دادگاه مجبور است به این نتیجه برسد که توصیه نخست وزیر به ملکه برای معلق کردن پارلمان غیرقانونی بوده است، چرا که نتیجهش جلوگیری از عمل پارلمان به وظیفه قانونیش بود. در نتیجه اتفاقات ناشی از آن هم غیرقانونی بود و باید لغو شود. پارلمان معلق نشده است. این تصمیم همه 11 قاضی دیوان به اتفاق آرا است. به عبارت دیگر با حکم دیوان عالی همه آن مراسم نیمه شبانه دو هفته پیش، تمام آن کلاه برداشتن‌ها، آمدن‌ها و رفتن‌ها، هو کردن‌ها و قهرها برای هیچ و پوچ بود، انگار که اصلا اتفاق نیفتاده باشد. این دومین بار در 3 سال اخیر بود که این زن دولت را به دادگاه کشاند و شکست داد. این رأی نشان می‌دهد که ما کشوری قانون مدار داریم. هیچ کس، حتی نخست وزیر، از قانون بالاتر نیست. اجازه ندهید دولت این حکم را کم اهمیت جلوه دهد. رهبر حزب اصلی مخالف در کنفرانس سالانه حزب کارگر خواهان کنارگیری نخست وزیر شد. من از بوریس جانسون دعوت میکنم که استعفا بده و به مردی تبدیل بشه که کوتاه‌ترین دوره نخست وزیری در تاریخ این کشور رو داشته. رئیس مجلس میگوید از همین فردا کار را از سر میگیرد. من به مقام‌های پارلمان گفتم که مقدمات لازم را آماده کنند که مجلس از فردا ساعت 11:30 صبح دوباره جلسه داشته باشد. با رهبران احزاب یا نمایندگان بلندپایه آنها هم تماس گرفتم تا این را به آنها اطلاع بدهم. بوریس جانسون که برای مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته، با وجود لغو تصمیمش گفت همچنان به دنبال معلق کردن پارلمان برای برگزاری مراسم سخنرانی ملکه و ارائه برنامه جدید دولت است. ما به فرایند قانونی احترام می‌گذاریم. البته من با نظر قضات مخالفم. به نظرم دلایل خوبی برای برگزاری سخنرانی ملکه هست و ما این کار را انجام می‌دهیم. نخست وزیر بریتانیا میگوید هدف واقعی شاکیان پرونده جلوگیری از برگزیت بوده. فکر کنم مهمترین چیز اجرای برگزیت در تاریخ 31 اکتبر. مشخصه که شاکی‌ها می‌خواستن جلوی این رو بگیرن. به نظرم مایه تأسف اگه پارلمان رسیدن به این هدف ما رو که خواست مردم هم هست سخت کنه، ولی ما به تلاش ادامه میدیم. حکم دیوان عالی شاید اختاری به آقای نخست وزیر بود. رقبایش معتقدند قانون شکنی تنها راه رسیدن او به هدفش برای خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپا در شب هالووین است و آنها آمادند باز هم کار را به دادگاه بکشند. همکارم بهرنگ تاجدین از مقابل پارلمان بریتانیا در مرکز لندن با ماست. بهرنگ، از صبح که خبرش اینجا منتشر شد و عده‌ای از کارشناسان سیاسی معتقدن یک زلزله در سیاست بریتانیا است، هم من و هم تو شگفت زده بودیم از وقایع سیاسی امروز. چرا اینقدر غیر عادی اتفاقی که داره میافته؟ ببین، به خاطر اینکه بریتانیا یه نظام پارلمانی داره، نظام پارلمانی که توش دولت قاعدتاً باید حمایت نصف به علاوه یک نماینده های مجلس رو داشته باشه و این نصف به علاوه یک نماینده های مجلس حالا ممکنه تو بعضی مسائل با دولت مخالف باشن و تو سیاست ها و برنامه های اصلیش باید موافق دولت باشن. خب الان دولتی داریم که نصف به علاوه یک مجلس ازش حمایت نمی‌کنن و مخصوصاً تو سیاست و برنامه اصلیش، بحث خروج از اتحادیه اروپا هم باش مخالفن. در چنین شرایطی در حالت عادی باید نماینده ها بیان رأی عدم اعتماد بدن، دولت رو ساقط کنن یا اینکه حداقل با انتخابات برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی موافقت کنن. دقیقا این ائتلاف شورشی مخالفان خروج بی توافق، مخالفان بوریس جانسون با پیشنهاد دولت برای برگزاری انتخابات پارلمانی دوبار مخالفت کرد. انتخابات زودرس دوبار مخالفت کردن. همین امروز جرمی کوردی بین رهبر حزب اصلی مخالف حزب کارگر میاد از آقای جانسون میخواد که استعفا بده، ولی حاضر نیست که درخواست رأی عدم اعتماد به دولت رو بده. چرا؟ چون همه اینا فکر میکنن اگر که درخواست رأی عدم اعتماد بدن یا اگر که با برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی موافقت کنن، در همه این شرایط باعث میشه که پارلمان منحل بشه یا معلق بشه، اینا نباشن، نماینده ها نباشن، دولت بتونه بریتانیا رو بدون
توافقی از اتحادیه اروپا خارج بکنه، با وجود اینکه حتی یه قانون هم گذاشتن که این کارو ممنوع بکنه. خب حالا یک سوال 1,000,000 دلاری ازت دارم، چی میشه؟ سوال بعدی. ببین، اتفاقی که میفته اینه که اون ائتلاف شورشی از چهارشنبه صبح که پارلمان کارشو از سر میگیره، دنبال یه راهی هن که مطمئن بشن هیچ دررویی برای بوریس جانسون وجود نداره و مجبوره که به اون قانونی که تصویب کردن احترام بذاره، و اگه نتونه تا سه هفته دیگه با اتحادیه اروپا به یه توافقنامه جدیدی برسه و اونو به تصویب مجلس برسونه، میره از اتحادیه اروپا درخواست میده که برگزیت 3 ماه به تعویق بیفته، چیزی که اون قانون میگه. و در کنار این دنبال اینن که دولت رو یه خورده بیشتر تحت فشار بذارن، مثلا ازش بخوان که بگه که دقیقاً کی بهش گفت که تعلیق 5 هفته یه پارلمان قانونیه و مشکلی نداره، چون دولت از مشاور حقوقی دولت در واقع نظر گرفت، اون گفته احتمالاً اون مشاور حقوقی دولت گفته که این کار قانونیه، ولی الان دیوان عالی بریتانیا میگه غیر قانونیه. از اون طرف دولت به نظر نمیاد که خیلی از این رأی دیوان عالی ناراحت باشه، به خاطر اینکه دولت بوریس جانسون و دومینیک کامینگز مشاور ارشدش و دوروبری‌های آقای جانسون نظرشون اینه که باید یک انتخابات زودرس پارلمانی برگزار بشه، و تو اون انتخابات زودرس پارلمانی از ملت علیه مجلس حرف بزنن، از این صحبت کنن که مردم بریتانیا 52%شون به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادن، ولی یک طبقه حاکمی هست شامل نماینده های مجلس، شامل قوه قضاییه دیوان عالی، که اینها نمیخوان بذارن که این خواسته مردم اجرا بشه. در نتیجه از این جهت به نظر میاد که دولت خیلی هم شاید ناراحت نباشه. یه نکته هست، ببین 37 روز تا 31 اکتبر مونده، ممکنه 31 اکتبر بریتانیا با توافقنامه یا به احتمال کمتر بدون توافقنامه از اتحادیه اروپا بیرون بیاد، ممکن هم هست بیرون نیاد، ولی حتی اگه بیرون هم بیاد، این بگو مگوها و بحث‌ها و جنجال‌ها بعید میدونم تا 37 روز دیگه تموم بشه. متشکرم بهرنگ تاجدین، خبرنگار ما از مقابل پارلمان بریتانیا. و ما اجازه بدید بریم به مجمع عمومی سازمان ملل، جایی که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه کماکان در حال سخنرانی او بار دیگه از ایران و آمریکا خواست که تلاش بکنند که راه حل دیپلماتیکی برای بحران فعلی در خاورمیانه پیدا بکنن. آقای مکرون در هفته‌های گذشته ساعت‌های طولانی صرف میانجیگری بین ایران و آمریکا کرده، اما رئیس جمهوری ایران ساعتی پیش اعلام کرد که تا زمانی که تحریم‌های آمریکا علیه ایران لغو نشه، میانجیگری‌های آقای مکرون به نتیجه نخواهد رسید. Je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien en France et que nous avons tout bien fait, loin de là. Mais si collectivement nous ne sommes pas responsables اما 15 چهره در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حضور دارند. انتخاباتی که روز شنبه یعنی 4 روز دیگه برگزار میشه. تبلیغات نامزدها قراره تا 48 ساعت قبل از روز برگزاری انتخابات ادامه داشته باشه. نگاهی گذرا به چهره هایی کردیم که هر کدام با 2 معاون وارد میدان شدند. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 15 نامزد حضور دارند که هر کدام از آنها با 2 معاون وارد میدان شدند. مسئله قومیت در انتخابات افغانستان برجسته است. بنابراین نامزدها عمدتاً سعی کردند معاونان از اقوام مختلف پیشنهاد کنند. از این 15 نامزد 2 تای آنها همین حالا در رأس قدرت هستند. 2 رقیبی که در 5 سال اخیر قدرت را با یکدیگر تقسیم کردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که 2 معاون معرفی کردند. معاون اول امرالله صالح رئیس امنیت پیشین که چهره از قوم تاجک است. معاون دوم سرور دانش از قوم هزاره که در دولت فعلی هم معاون دوم رئیس جمهوری است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان. معاون اول پیشنهادی او عنایت الله فرهمند است. از رهبران جوان ازبک و حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان که حمایت جنرال دوستم را دارد.
معاون دوم اسدالله سعادتی، نماینده پیشین پارلمان از قوم هزاره و از چهره های شناخته شده حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری کریم خلیلی. پنج مقام پیشین هم وارد میدان رقابت ها شدند. آنها هم سعی کردند که معاونان خود را مانند دیگر نامزدها از اقوام دیگر پیشنهاد کنند. رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت افغانستان، معاونان او مراد علی مراد از قومیت هزاره و مسعود جلال از قومیت تاجک هستند. خانم جلال یک بار در گذشته خود نامزد انتخابات ریاست جمهوری بودند. نورالحق علومی وزیر داخلی پیشین افغانستان، بشیر بیژن و محمد نعیم غیور را به عنوان معاونان خود معرفی کرده است. احمد ولی مسعود برادر احمد شاه مسعود و سفیر پیشین افغانستان در لندن. معاون اول او فرید مومن معرفی شده و معاون دوم هم عبداللطیف نظری. عبداللطیف پدرام نماینده پیشین مجلس که معاون اول او احسان الله حیدری است و معاون دوم محمد صادق بردک. آقای پدرام سالها از طرفداران نظام فدرالی در افغانستان بوده است. فرامرز تمنا رئیس پیشین مرکز مطالعات استراتژیک وزارت خارجه افغانستان که قیاس سعیدی و محمد امین رشادت را به عنوان معاونان خود معرفی کرده. در این انتخابات یک چهره جنجالی و متفاوت هم شرکت کرده. کسی که در انتخابات قبلی در صف گروه های مثل طالبان بود و علیه دولت مرکزی می جنگید. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان که سالها نام او در صدر فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا بود و برای سرش میلیون‌ها دلار جایزه تعیین کرده بودند. معاونان اول و دوم او به ترتیب فضل هادی وزین و مفتی حفیظ الرحمن نقی هستند. شش نفر از نامزدها چهره‌های کمتر شناخته شده هستند. محمد ابراهیم الکوزی، معاون اول خدیجه غزنوی، معاون دوم سید سامی کیانی. حکیم ترسن، معاون اول نادرشاه احمدزی، معاون دوم محمد شفیق قیصاری. محمد شهاب حکیمی، معاون اول نورالحبیب حسیر، معاون دوم عبدالعلی سرابی. سید نورالله جلیلی، معاون اول خلیل رومان، معاون دوم چراغ علی چراغ. عنایت الله حفیظ، معاون اول جنت خان فهیم، معاون دوم عبدالجلیل شیرانی. نور رحمان لیوان، معاون اول عبدالهادی زوال حکمت، معاون دوم محمد نبی بیار. و در نهایت در چند دوره از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک چهره بارها شرکت کرده. نام او عمدتاً هر 4-5 سال یک بار در سطح رسانه ها برای مدت شنیده می شود. غلام فاروق نجرابی که معاون اول او شریف الله سارنمال و معاون دوم او محمد شریف بابک خیل معرفی شده. برگزاری این انتخابات برای ششم میزان یا مهر ماه برنامه ریزی شده برابر با 28 سپتامبر. اینکه انتخابات شفاف و عادلانه باشد و یا اعلام نتیجه آن به دور از جنجال روشن نیست. روز شنبه برنامه‌های ویژه‌ای داریم برای پوشش انتخابات افغانستان و فردا هم ویژه برنامه‌هایی داریم در رابطه با سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل. این بود چسته‌های امشب. ممنون که با ما بودید.